رژیم آخوندی در محاصره مردمی قرار گرفته که از هر طرف سرکوبگری ها و غارتگری ها و دجالگری هاش رو هدف قرار میدن. دجالگری که خب یکی از ارکان بقای نظام آخوندی محسوب میشه، اونم با سوء استفاده از نام مذهب و اسلام، از ابتدای سال جاری توسط غارت شدگان مؤسسات پوششی وابسته به سپاه با شعارهای مختلف به چالش کشیده شد، از جمله گفتند اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن، و حالا در این هفته، در آخرین هفته سال، پشت کردن کشاورزان به امام جمعه اصفهان در واقع برگ دیگه ای از افشای دجالیت تحت نام دین توسط این قشر زحمتکش بود که در مقابل این دجالیت ایستاد و نشون داد که این موضوع در واقع از چشم تیزبین مردم پنهان نمیمونه، از چشم تیزبین کاربران فضای مجازی هم پنهان نمونده. کشاورزهای اصفهان در ادامه اعتراضشون روز 25 اسفند صحنه جالبی خلق کردند. اونها ضمن پشت کردن به امام جمعه رژیم شعار دادن رو به مردم، پشت به دشمن، شعاری که در کمتر از چند ساعت به هشتگ توییتر تبدیل شد. حالا اکثر کاربران توییتر از اون به عنوان یکی از بهترین شعارهای امسال یاد میکنن. هی این فیلم رو میبینم و لذت میبرم. انقدر رسا و گویاست که نیاز به هیچ حرف اضافه نداره. رو به میهن، پشت به دشمن. به همه درختان زمین سوگند که سزاست اگر آستین بالا بزنیم و این سخن زیبایی که بر زبان کشاورزان آگاه سپاهانی روان شد را امشب ترند کنیم. رو به میهن، پشت به دشمن. 40 سال سعی دارن تمام دنیا رو به عنوان دشمن مردم ایران و عامل مشکلات جا بزنن. خامنه ای لحظه ای واژه دشمن از دهانش نمیفته. ولی امروز مردم اصفهان در نماز جمعه به خوبی نشون دادن دشمن اصلی این مرز و بوم کیست. رو به میهن، پشت به دشمن. همش یاد فرمایشات موقت الله درباره نماز جمعه میفتم. نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم. یکیش اینه. اگه دستگاه امامت جمعه و نمازهای جمعه از انقلاب گرفته شود، یقیناً به انقلاب لطمه سخت خواهد خورد. رو به میهن، پشت به دشمن. امروز کشاورزان اصفهان به جای گندم و سیفیجات گل کاشتند. یکی از قشنگترین و بهترین شعار رو امروز شنیدم. درود بر این کشاورزان، درود بر این مردم که از هر قشری دارن با دیکتاتوری می‌جنگن. کارگران، کشاورزان، معلمان و همه آنها که سالها غیر نخبه و عوامشان دانستید و برایشان نسخه صبر ایوب و اصلاح طلبی تدریجی تجویز کردید، حالا دارند با سرعت تمام معادلات را برهم می زنند. آنها هم دشمن را خوب می شناسند، هم راه بازپسگیری میهن از او را خوب می دانند. رو به میهن، پشت به دشمن. مردمی که هر بار به این زیبایی واژه انتخاب می کنند واسه رسوندن منظورشون حقیرن، یا تویی که سالهاست فقط بلدی بگی کار دشمنه. جمهوری اسلامی با مردم سالاری دینیش فرو ریخته، حالا فقط همه باید با هم با جارو و خاکنداز جمعش کنه. سال 96 سال آخر بود، اما تو نفهمیدی. رو به میهن، پشت به دشمن. بعد از شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این شعار بد جوری افراد داخل حکومت را ناراحت کرده و می کند. رو به میهن، پشت به دشمن. وقتی می گویند رو به میهن، پشت به دشمن، یعنی حد میانه ای را متصور نیستند. سیاست یکی به نعل و دوتا به میخ اصلاح طلبانه و میانه روانه بهتر از این نمی توانست به ریشخند گرفته شود. به لطف فضای مجازی حتی در دورافتاده ترین مناطق ایران هم دیگه مردم احتیاجی به صدا و سیما ندارن. خودشون تریبون دارن، اعتراض میکنن، اعتراضشون رو رسانه‌ای میکنن. دلیل ترس حاکمیت از فضای مجازی این است. رو به میهن، پشت به دشمن.
کشاورزان نمازگزار اصفهانی با پشت کردن به تریبون نماز جمعه و امام جمعه و با شعار رو به میهن پشت به دشمن، بیشک صفحه جدیدی از تاریخ ایران رو گشودند. هزاران درود بر شما. رو به میهن پشت به دشمن. حالا هی دم از ناامیدی بزنین، بگین مردم عادی هنوز آماده نیستن. ببینین این کشاورزه، عادی ترین انسان جامعه ما چی میگه. رو به میهن پشت به دشمن، چیزی که اصلاح طلبها و رهبرانش فراموش کردند و برای آروم کردن خودشون ما رو ربات فرض کردند و دراویش رو داعشی. چه وصله‌ای به کشاورزان میخواییم بزنین تا آروم شین؟ چون این است رسم سرای درشت، چو پشتت به او کردی کرد بر تو پشت. رو به میهن پشت به دشمن. امیدوارم اتفاقی که برای چاوشسکو دیکتاتور رومانی افتاد برای خامنه‌ای هم بیفته و مردم در یکی از سخنرانی‌های خامنه‌ای پشت به او کنن و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر بدن. رو به میهن پشت به دشمن. مردم عادی ایران دوباره نشون دادن که همیشه چند قدم از روشنفکران و تحصیل کردگان و اکثر خارج رفته هاشون جلوترن. چنین شعار پرمحتوا و گویایی یا حتی چیزی نزدیک بهش رو کی میتونستیم از زبان روزنامه نگارها و نخبه های مدعی بشنویم؟ رو به میهن پشت به دشمن. دکانهای دین فروشی رو تخته کردن و یه پیام داشت واسه جمهوری اسلامی که دیگه این نمایش ها رو جمع کنید. نمیتونید به اسم دین و مذهب مردم رو فریب بدید. دیگه نمیتونید از مذهب و دین سوء استفاده کنید. صدای کلنگ قبر جمهوری اسلامی روز به روز داره بلندتر میشه.